سوگل طهماسبی بازیگر سریال کیمیا مقیم شهر جنگزده اهواز بود که با باورهای سنتیش وارد عرصه بازیگری شده است. طهماسبی در گفتگوی اخیرش اعتراف می کند که من آدم سنتی هستم و با پیشرفت زمان افکارش همچنان سنتی باقی خواهد ماند و ناراحت نیست که افکارش را نمی تواند بروز کند. او تأکید می کند که در دوران جوانی و نوجوانی همواره حجاب خوبی داشته و همیشه دختری است که آزادی فراوانی داشته، اما هیچگاه سوء استفاده ای از آزادیش نمی کند. بازیگر سریال کیمیا در ادامه این گفتگو اشاره می کند پدرش همواره به این نکته تأکید داشته است که دختری تربیت کرده که همواره او را سربلند خواهد کرد. در ادامه این گفتگو نگار حسینی موجی و گفتگو کننده از طهماسبی سوالی با این مضمون میپرسد: هیچگاه احساس نکردی پوست موزی دیگران زیر پایت بگذارند و ممکن است حتی زمین بخوری و زانوهایت زخمی شده و سر خوردی و چه چیز حین این سر خوردن تو را نگاه داشت؟ طهماسبی در پاسخ به این سوال اشاره میکند: وقتی پدرم مسئولیت مرا به عهده خودم گذاشت و گفت درست انتخاب کن و درست زندگی کن، در واقع مسئولیت خودم گردن خودم بود. من خیلی آدم محتاطی شدم. باورتان نمی شود من خیلی از نقشا را به خاطر اینکه مقنعه سرم می کردم از دست دادم. احساس می کردم که با مقنعه از خودم بیشتر محافظت می کنم و به طرف مقابلم حد و مرزش را می فهماندم و در خیلی موارد کنار گذاشته شدم. در ادامه این گفتگو مجری سوال می کند که ممکن است افرادی تو را برای معاشرت های کوتاه انتخاب کنند ولی برای تو نقش های بلند در نظر بگیرند. طهماسبی در پاسخ به این سوال می گوید: پیش می آید. به این فیلمساز گفتم من حاضرم به عنوان هنرور از جلوی دوربین شما رد شوم، ولی در واقع بهای گزافی ندهم بابت نقش اول اثری را بازی کنم. این کارگردان در پاسخ به طهماسبی می گوید: تو در سینما هیچ چیزی نمی شوی. بازیگر سریال برادر در ادامه اشاره می کند: شاید از نظر آن فیلمساز من چیزی نشدم، ولی از نظر خودم همه چیز شدم. من خیلی هدفم این نبود که آدم مشهوری شوم، چون اگر قرار بود بدین صورت فکر کنم، روش و شیوه زندگیم را به صورت دیگری انتخاب می کردم. شیوهی که من انتخاب کردم در نهایت با آن شهرت ختم نمی شود. باورم نمی شد که من کاری را بازی کردم که پشت سر من دختری به عنوان هنرور می نشست و بعداً در یکی از مجموعه‌ها نقش یک بازی می کرد. عیبی ندارد، همه آدم ها پیشرفت می کنند، اما این مسئله برای من سنگین تمام شد.